دوستای عزیز سلام، حسیل هاشمی بازم در حضور شما قرار دارم. امیدوارم هفته خوش را سپری کرده باشین. درس امروزی ما به ادامه درس قبلی آموزش ماسک می باشه که در این درس نوع ماسک N95 یا over the noses که شما می بینین و به خاطر دوختن از این ماسک ما یه سه پاتن با سه سایز دارم آماده ساختیم. این سه پاتنه که امروز فقط از سایز زنانه استفاده کردیم و اندازه از این در روی پاتن اندازه کلش نوشته شده. این شما میتونین از با استفاده از این پاتن با استفاده از این اندازه گیری میتونین پاتن بسازین و از رویش ماسکتان قیچی کنین. خب به خاطر دوختن از این ماسک دو پارچه از بر روی ماسک کار است که از این پاتنه. دو پارچه روی ماسک و دو پارچه هم بر داخل ماسک که دو پارچه رویش میشه از هر تکه استفاده کرد و تکه ترکیبی باشه یا 100% کتان باشه، ولی پارچه داخلی که بر داخل ماسک استفاده میشه ای حتما باید 100% کتان باشه چون بروی به تماس میشه با خاطر بهتر است که از کتان استفاده کرد. خب و همچنان دو لاستیک به سایز 8 انچ که سایز زنانه است 8 انچ لاستیک کار است در ماسک. خب شروع میکنه به دوختنش. اول پارچه روی ماسک به اصطلاح که راست شد قسمت روی شد به حساب داخل میاریم و شروع میکنیم به دوختن. اول از قسمت شروع میکنیم و در مایه ما 1 سانتی زده این ماسک. خب فراموش نکنید تکمه بازگشته دیگه در شروع درز و در شروع در ختمش باید فشار بدین که در زایتان محکم و استوار باشه. و به این شکل پارچه داخلم یعنی دو پارچه داخلی رم به این شکل میدوزیم. در روی ازی یک درز روی می دوزیم. در روی همین درزی که دوختیم این حالا یک درز روی یا به اصطلاح انگلیسی تاپ ستیچ در رویش می گریم. یک درز روی می دوزیم که همین درز مایه را از درون محکم دمیه یک جهت محکم داشته باشه. خب همچنان از سرش یه پارچه داخل درونی رو همچنان به این شکل میدوزیم. خب این حالا همین پارچه درونیش را چون یه جای در بر فلتر باز است این بنان این درز دو طرف میگیریم دو طرف را باید بدوزیم به این شکل. یعنی یک Thank you.
شکل طرف دامشام میدوزیم دو طرفه همین پارچه درونی ره تنها پارچه درونی ره روشنی تنها تنها تو پارچه درونی ره خب اینا رو اردو پارچه ره اردو پارچه درونی و پارچه بیرونی ره روی هم روی راستیشه روی یک دیگر قرار میدیم و به این شکل میدوزیم. خب در این قسمت بالا میبینید که درز خاطر از اینکه درز به جای نشه یک سنجاق میزنیم. اینا شروع میکنیم از قسمت بالا. هاپ سنجاق خب درز بالا دوخته شد اینا یک درز در فقط یک درز دیگه در روی پارچه درونی یا از سرش میدوزیم یک با ایره بخاطر میدوزیم که ایمی از سر یا این پارچه درونی در داخل بیرون نبرایه با او خاطر این درزی که در روی از سرش یا در روی پارچه درونی میدوزیم ایمی درز مایه را با آخر یعنی درز مایه امرای پارچه درونی یک جای سیلاس مثلا دوخته میشه و این امی درز کمک میکنه که ماسک مثلا امی در پارچه درونی یا از سر بیرون نبرایه خب به این شکل خب قسمت دوخته شد این حالا چی رو میدازیم؟ درز پایانشه پس این ماسکنه روی راستشه روی همدیگه قرار میدیم و درز پایانه میدازیم درز پایینی رو و همچنان اینجا همین جایی که دو درز است یه باز سنجاق میزنیم که به این شکل درز پایانه میدازیم درز دوخته شد درز پایان ما هم این همه ایره روی راست هم میکنیم ماسک روی راسته شد و یک قسمت آخرش که لاشتک است اینها لاشتک ها رو خب تارای هیت لاشته که اول باید با هم بدوزیم لاشته که در سرش به حساب خاطر ایره در اول در ماشین میدوزیم در سر لاشته که محکم کنیم شکل
لاش تکای ما دوخته شد نالا لاش تک داخل ازی ماسک داخل میکن دو طرفش و میره یک درز میدازیم اینجا یک دو درز دو طرف که لاش تک داخل است به این شکل درز میدازیم دو طرف طرف دیشان به این شکل میدازیم این حالا تقریبا دیگه با دختن همی درس این کار ماسک ما تمام شد خب ای بود ماسک درس امروز ما خب تارایش همه تارای اضافیش قیچی میکنین و اوتو میکنین و آماده شد خب خب ای بود درس امروز ما تا درس بعدی شما رو به خداوند می سپارم جور و صحتمند باشید.